این زن جوان 15 ساله سهرگل نام دارد. وای که با دیدنش اشکر بیننده جاری می شود در کودکی به شوهر داده شده است. همسر و خانواده همسرش وای را 5 ماه در یک تشناب در زیرزمینی زندانی کرده بودند و ناخونهایش را کشیدند. گوشتهایش را با انبر کندند. موهای سهرگل ریختند و بر سر و صورتش زخمهای عمیقی دیده می شوند که بیانگر خشونتهای وحشیانه ای هستند که در برابر او انجام شدند. پلیس بغلان پس از 5 ماه وای را از این زندان خانگی نجات داده است. وای که با دشواری گپ میزند میگوید که اما اعضای خانواده همسرش بدون هیچ حلتی همه روزا او را لط و کوب میکردند. تو را کی لط میکرد بچیم؟ کی میزد تو را؟ من خسنم. خسره؟ چرا میکرد؟ کی لط میکرد؟ دیشویم. دیگه؟ میگرم ننه. ننوید؟ خب این یک شکنجی طولانی است که هر 3 روز بعد، 4 روز بعد، 5 روز بعد حتی آثار کنده شدن گوشت با همبور، لط و کوب، کندن موی سر همه این وضعیت است که شما میتونید کشیدن ناخون حتی که آثار در پایش است، حالت فلج داره و بعد از این کمی آثار واقع میشه تقریبا حالت وضعیت روانی از این هم خوب نیست. گفته می شود که خانواده همسرش وای را به کارهای نامشروع و فحشا وادار می ساختند. هنگامی که وای نمی پذیرفت او را لط و کوب می کردند. پلیس بغلان می گوید که در پیوند با این رویداد چند تن را به شمول مادر همسرش بازداشت کردند. با این ارتباط دو نفر را دستگیر کردیم که معاول سارنولی را روان کردیم. معاول سارنولی کردیم که یکی خوشوی ازی است و دیگر دختری از زنک است که ادای مستقیم دخترکه بالای همینا است و بالای شوارش است که شوارش و خسرش فرار کرده. خشونت های خانوادگی در برابر زنان در افغانستان پیشینه طولانی دارد و به یک فرهنگ مبدل شده است و نیز معافیت از مجازات و بی‌پروایی حکومت در برابر این رویدادها سبب افزایش این خشونت ها شده است. سهرگل تنها زنی نیست که با خشونت وحشیانه روبرو شده است. پیش از این نیز دیده شده است که گوش‌ها و بینی‌های زنان از سوی همسرانشان بریده شده‌اند، اما حکومت در برابر این افراد خاموش بوده است.